اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای گوریت آز بد خدا همه رکت در باکن خود را کوچه خسته قدیمی ما کم کمک دیده بر تو می بندد. پشت آن شیشه منبت دور سایه‌ای در سکوت می خندد. در امیریه صرف‌های کهن در هجوم تبر به خاک نشست. دل عاشق که بر تنش حک بود تبر شهردار شهر شکست. در میخانه را ز جا کندند، شیشه های عرق مصادره شد. جمع مستان پس از نماز عشا ساقی و جام نقش خاطره شد. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه هفتم خرداد ماه 28 ماه می، به شما سلام. مقتدی صدر رو من قبولش ندارم، آدم مجنونی میدونمش. بیچاره قرار بود 6 ماه در ایران آیت الله بشه، اما تجربه و یاد گرفتن و مشاهده کردن که دیوانگی هاش خریدار نداره و جمعی دیوانه رو به دنبالش میکشونه، درس هایی به او داد که گاهی اوقات آدم میبینه از مقام معظم رهبری مثلا عاقل تره، از خیلی از این ملاهای عراقی و از سیاستمدارانشون درکش بیشتره. عملیات آزادسازی رو که میخواستن این گروه هشت شعبی یا میلیشیای شیعه میخواستن درست بکنه که برن شهر رمادی رو پس بگیرن، رمز گذاشته بودن لبیک یا حسین. خب خیلی معروف اعتراض میکنن، شهر سنی نشینه، درست اهل سنت برای امام حسین احترام زیادی قائلن، اما لبیک یا حسین یعنی خطکشی مذهبی، یعنی به دست داعش آتو دادن که آقا نگاه کن این جنگ شیعه صفوی است، رژیم جمهوری ولایت فقیه دنبالشه. مقتدی صدر اومد گفت آقا چرا نمیگید لبیک یا صلاح الدین، اسم استان رو بگید، استانی که اونجا بوده، شخصیت بزرگ کرد صلاح الدین ایوبی، اسم او رو بگید، یا بگید لبیک یا انبار، لبیک یا رمادی، اسم شهر رو بیارید. و این نشون میده یه آدم مثل مقتدی صدر ریشش که سفید میشه شعور پیدا میکنه. شعور جای شعار مینشینه، ولی آدمایی هستن مثل احمد جنتی، 90 و اندی سال، ریش سفید، صدا زوزه، ولی هنوز داره شعار میده، هنوز مرگ بر امریکا میده. حاج قاسم رمبوی آقای خامنه‌ای میاد شعار میده، بله این داعش ما امریکاست، نمیخواد به جنگ شعار، فقط ما میتونیم داعش رو نابود کنیم. و این در پس پرده اشوه های گفت خنده های زیر لب، اشوه های پنهانی برای کیه؟ برای باراک حسین اوباما. بی وفا نگار من، همینه. خنده های زیر لب، اشوه های پنهانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمان. با این همه سید علی آقا میاد و برای مردم سخنرانی میکنه و همچنان میگه بله ما آنچه را گفتیم، البته همه چیزی که باید گفته بشه گفته نمیشه، بعضی ها پنهانی گفته میشه، بعضی ها علنی. آقا جان تکلیفتو روشن کن. من این اظهارات آقای آمانو رو براتون میخونم و شما متوجه میشید که حرفایی که اینا میزنن بی ربط.
آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز چهارشنبه ششم خرداد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت اگر ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کند، پذیرش بازدید از مراکز نظامی ایران هم باید جزئی از این توافق باشد. حالا آقای خامنه میگه ما نمیزیم. ما نمیتونیم نذاریم. نمیشود گفت آقا نخیر. من هم میخوام خربوزه بخورم. عسلم روش بریزم. لرزشم نداشته باشیم. نمیشه. از فواید جام زهر سرکشیدن این است که آدم باید در اینجاها رو هم باز کنه. امپیتی رو آدم اگر پذیرفت و عاقلانه به نفع مصلحت کشورش رفتار کرد باید در اینجاها رو هم باز کنه. نمیتونه کلک بزنه با دروغ و این حرفا و دغل. نمیشه. گوش بدیم آقای خامنه چی میگه تا من یه تفسیر سخنان ایشون رو خیلی دقیق و روشن و استریت فوروارد براتون بگم. گوش بدیم. در مورد مسائل هسته‌ای مواضع همون چیزایی که ما علناً اظهار کردیم، همون چیزی که گفتیم. البته بعضی چیزا هست که انسان اینها رو در علن اظهار نمی‌کنه، به طور خصوصی اظهار می‌کنه. این هست، مواردی از این قبیل هست. همه حرفا لیس کل ما یعلم یقال، لکن اون چیزهایی که علناً گفته شده دقیقاً همون چیزهایی است که به مسئولین هم همونها گفته شده و هم زبانن گفته شده هم کتبن گفته شده. مواضع اساسی نظام اینهاست و ما معتقدیم که خب برادران ما مشغول کارن، مشغول تلاشن، واقعا عرق میریزن تو این زمینه ها دارن کار میکنن. بایستی انشالله با امید خدا و با توکل به خدای متعال بر همین مواضع پافشاری کنن و بتوانن اون چیزی که مصلحت کشور و مصلحت نظام هست اون رو انشالله تأمین کنن. بله. آقای مقام معظم رهبری، مصلحت کشور این بود که شما 14 سال دروغ نمی گفتید. مصلحت کشور این بود که این برنامه لعنتی اتمی رو رها می کردید. ما نیروگاه اتمی می خواستیم، دنیا موافق بود، اشکالی نداشت. اما یواشکی سانترفیوژ پاکستانیه، IR2، IR1، آقای وردی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در چین بود، موفق ترین سفیر رژیمم بود، آدم حسابی هم بود از نظر اینکه جاش مهتی سفری میره اونجا یه لات که حرف زدنش رو شما گوش بدید میگید این شاگرده نمیدم سوهان پزم نباید بشه. یه دوره سفیر در مسکو، گندکاریای میکنه که همین دستگاه KGB غالبی میگیرتش تو دستش، میشه نوکر اونا. بعد میفرستنش چین، اونجا هم گندتر میکنه. ولی وردی نژاد که اونجا بود طرح همین برنامه اتمی رو او با تو موفقیت به تصویب رسوند و از چینیا کمک گرفت. منتها اون برنامه مسیر غلطی رفت، مسیر غلطی رفت. اردشیر حسین پور اعتراض کرد، کشتنش، دانشمند اتمی و خیلی های دیگر. اینه که این حرفایی که آقای خامنه میزنه برای همون اودینسش، همون آدم هایی که اونجا نشستن، قیافه ها رو ماشاءالله دیدی، تا دوربین رو دید کله رو کشید که تو دوربین نشون بده، شب به خانومش بگه نگاه کن، نگاه کن ضعیفه، من جلو آقا نشستم. پوزشو مثلا به بچهش بده، چه نشستنی. عاقبت این آقا مگه از عاقبت اون آقای قبلی بهتر خواهد شد؟ اون آقای قبلی 10 سال مصیبت و جنگ و مرگ و اعدام و انزوای بین المللی و شکنجه و ترور رو بر این مردم تحمیل کرد. وقتی که مرد میلیاردها تومان خرج کردن براش قبه و بارگاه درست کردن که از قبه و بارگاه امام رضا باشکوه تر باشه، از قبه و بارگاه حضرت عبدالعظیم یا معصومه باشکوه تر باشه. آدم های ظریف اسمشو گذاشتن قنبلعظیم، چون جایی بین حضرت عبدالعظیم و قم قنبلعظیمش کردن. ولی اینا فکر میکنن تا که این بساط ادامه داره. دوباره آمدن در این شرایطی که مردم نان ندارن،
این همه گرانی و مصیبت، میلیاردها دارن خرج میکنن، نگاه کنید چه بساطی دوباره دارن درست میکنن، سنگهای مرمر یه تیکه گران قیمت، آینه کاری سقف، طلاکاری گنبد، که چی؟ یه آدمی اومد شب اولی که سوار قدرت شد، چهار شب بعدش 4 تا ژنرال رو کشت، 2000 تا افسر برجسته ارتش و دولت مردان رو کشت، پرویز نیکخواه رو کشت، محمد رضا عاملی تهرانی رو کشت، جعفریان رو کشت، جهانبانی رو کشت، جواد سعید رو کشت، مهندس ریاضی رو کشت، مرحوم هویدا رو کشت، این آقا صدری بدبخت شهردار رو کشت، برادران امین افشار رو کشت. و آدم اون وقت نگاه کنید مردم تهران بعضن در کجا زندگی میکنن و در اینا همون نزدیک اون آرامگاه، و اونجا رو دارن میسازن برای مردی که یک خط سفید تو کارنامش باشه. کینه. و مملکت هم اونجوری رها کرد و رفت. دفاع مقدس و پیروز ملت ایران، ارتش ایران، سپاه ایران، داوطلبان و پاسداران پیروز در خرمشهر تبدیل کرد به یک شکست. بعدم گفت من جام زر رو سر میکشم. و عوامل شکستم امروز نشستن با وقاحت و پررویی طلبکارن از ملت. آقای یحیی رحیم صفوی به گفته رفسنجانی خمینی گفته بود اعدامش کنن، و آقا حالا نشسته مشاور رهبر رئیس سرای نظامی کنار اون شیرازی و از ملت هم طلبکاره. یا حاج آقا محسن رضایی، ایشون هم طلبکارن الان. بسیار دردناکه که آقای خمینی دوباره رفتن براش میلیاردها دارن خرج میکنن. چرا؟ که این دکانها رو میخوان درست نگردارن. فردا اون جوان ایرانی متوجه نیست که خمینی چه کرد به این مملکت. دکون رو میخوان باز نگردارن، چون نیاز دارن به قنبل عظیم، نیاز دارن به جمکران، به امامزاده بیژن، برای اینکه فریبکاری و دغا و تزویر احتیاج به این دکانها داره. چند قرنها حضرت معصومه رو داشتیم، حضرت رضا، شاه چراغ شیراز، امامزاده قاسم، امامزاده داوود، اومدن آدمایی که اعتقاد داشتن کاری کرده اینا دین برگشتن، در حالی که اینا واقعا اعتقاد داشتن. من یادم تو حضرت عبدالعظیم یا حضرت رضا میرفتم بامدادان، میدیدم طرف ایستاده با چه خلوصی توی حال خودش هست، اون خلوص پر کشید رفت، اون خلوص با دین مردم رفت. مردم نگاه میکنن مظاهر دین مظاهر فساد و آلودگی و قتل و جنایتن. چقدر التماس کردن آقا اینا رو تو کرج اعدام نکنید، قاچاقچی هن. بزرگترین قاچاقچیشون فرمانده نیروی نظامی انتظامیه. اینا رو که اقلن آموزش بدین، یاد بگیرن زندگی رو از نو شروع کنن. چرا میکشین؟ آویزون کردن در ملأ عام، گرفتن کشتن. هرچی جامعه جهانی التماس کرد، هرچی مردم گفتن، خانواده‌هاشون گفتن آقا اعدامشون نکنید، این اعدام در ملأ عام بده، تأثیر میذاره روی جوونا. 22 زندانی. دوشنبه 4 خرداد در زندان قزلحصار اعدام شده. سازمان حقوق بشر اعلام کرده. یه دم تجمع کردن مسالمت‌آمیز. تنها زندانی‌ها تقاضای یه درجه عفو داشتن، حبس ابد. نه، باید بکشن، باید جنایتکارا بکشن تا رعب ایجاد کنن در مردم. نمیخوام دیگه راجع به اینا حرف بزنم، میخوام مهمانم رو بیارم تو برنامه، آهنگش رو پخش کنم، خودتون میشناسید. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. سلام شاهد عزیزم. سلام به شما و به یکایک بینندگان عزیز، خواهش میکنم هر بار شاهد میاد
علاوه بر اینکه شاد میشم دوست قدیمی رو میبینم، ولی انقدر خاطره مشترک با هم داریم که امروز اومد ناهارم با مسعود بهنود عزیز نوش جان کرد، رفتم به رستوران گالریا، یه رستوران هست زن و شوهر نازنین ایرانی درست کردن که هر دو نقاشن، مرد که نقاش بزرگیست، اول اینجا یک نمایشگاه نقاشی بود، میرفتی اونجا، بعد کم کمک میرفتی یه قهوه هم بهت میداد، یه چایی هم میداد، بعد خانوم معروف بود که لوبیا پلو خیلی خوشمزه‌ای درست میکنه و کم کمک شد یه رستوران بسیار آبرومند و بسیار انسان‌های خوب و محیط عالی. مسعود بهنود هم از کسایی است که خیلی اونجا رو دوست داره. در هر حال ظاهرا بهش خوش گذشته، نهارش رو زد و قرمه سبزی به به تجدید خاطرم با مسعود کرد و من و شاهید و مسعود خب برمیگردیم به 40 سال پیش و با هم دیگه خیلی جوان بودیم، گوشه هایی از کاری رو گرفته بودیم که خیلی از ما بزرگترها انجام میدادن و ما جوان ها به لطف نازنین مردی به نام مهندس قطبی که درود میفرستم، هر چه دارم در عرصه رادیو تلویزیون از او دارم، و زندیات جعفریان و پرویز نیکخواه و زندیات ایرج گرگین که خب ماها باهاش دنیای دیگری داشتیم. به هر روی مرسی که تشریف آوردی خسته از سفر به کان و اون برنامه‌های بسیار قشنگت. حالا من میخوام خیلی حرف دارم باهات، گفت دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامنت دست. اول برام بگو جذابترین چیزی که تو کان دیدی چی بود؟ دیدن هموطنا بدون اغراق، برای اینکه سالها بود که البته چندین سال خوشبختانه این اتفاق افتاده، شما خجالت نمیکشین بگین ایرانی هستین، پنهان نمیکنید که ایرانی هستید و عوامل افتخار هم یکی دوتا نیست. موسیقی ایرانی، سینما ایرانی، تئاتر ایرانی، یک نقاشی رو که به زودی خواهید دید کاراشو، رفتم پریروز شهر لیل در شمال فرانسه، یک خانم کرد، هر روز که میگذرد کسانی که در ایران هستند، فرهنگ ایران دوباره شد آبروی ما. در نتیجه هر جایی که من رنگ و اسم ایران رو میدیدم واقعا خوشحالم دیگه. شاهی دوربین هوشیاره، یه وقت میکروفونش میکروفون هوشیار بود، حالا هم میکروفون هم دوربین. مرسی. حالا من دارم نگاه میکنم لابرای علی معلم، علی معلمم رد میشد، اون بسه بیژن امکانیان، بیژن یادش بخیر روزنامه اطلاعات، بعد همینجوری نگاه میکنم خانم بیات هم اونجا هستن و دونه دونه باز آقای یازقی بازیگران همه هستن و جالب اینه که با اون لطف و مهری که با شاهید صحبت میکنن، حرمتی که برای این روزنامه نگار و برنامه ساز قدیمی قائلن، میشناسنش، اون به اصطلاح خط ریکوگنیشن یا شناسایی خط بالا و والاییست و این برای من خیلی جذابه و نشان حرمتی است که جامعه هنری برای شاهید قائله که این همه سال تلاش کرده آنچه را در وطن گذشت و در خارج وطن منعکس بکنه. خب شاهید عزیزم، آدم، من وودی آلن رو دوست دارم خیلی، آدم وقتی اونجا با وودی آلن روبرو میشه چه حالی داره؟ چه کار کردی وقتی دیدیش روبرو؟ من البته آخر کنفرانس رسیدم و باید این رو هم بگم که دو فیلم کار من نیست و از دفتر جشنواره استفاده کردم. اتفاقا یکی همین فیلم بخش وودی آلن است و یکی گفته های آقای لسکور که اتفاقا بسیار به هم نزدیک هستیم و دوست، مدیر جشنواره، چون ایشون رو من 20 سالیست میشناسم. این دو بخش رو من فیلم برداری نکردم، بقیه رو فیلم برداری کردم. اونقدر اون دو تا فیلم خوبه که از بابت جنس تصویر معلومه کار من. بله الان نگاه کنیم وودی آلن. بله بله، این مال فیلم بردارای حرفه‌ای و گفته‌ها، بله فوق العاده است، آدم بزرگ. اما بعد شما جالب بود این دوستمونه که 35 سال میاد اونجا پیداش کردی و این اطلاعاتی که داد درجه یک بود. من واقعا نه تنها باید از ایشون تشکر کنم، محمد حقیقت، اتفاقا مجله معتبر لوپوان یک مقاله نوشته این هفته راجع به او. عجب. راجع بله بله، برای اینکه ایشون اولا 2 سال قبل از تغییر حکومت آمده بود به فرانسه، عاشق سینما و عاشق سینما ایران، اولین فستیوال فیلم ایرانی رو در فستیوال سقاره در شهر نانت او درست کرد، هر سال در سینما فعال، یکی از
اولین فیلم هایی که با گلشیفته فرهانی ساخته شد، او فیلم دو فرشته در سال 2003، بله، و ایشون بود که محبت های چندین و چند جا به من نشون داد و کوچه و پس کوچه های کار رو در واقع. خیلی جالب، همین که رفتین تو و شما شروع کردید شرح دادنی که تاریخچه رو گفتین، پارسال هم ایشون خیلی من جالب بود. یعنی اینا به نظر من اطلاعاتی که مردم پیدا کنن و اینکه بدونن مثلا مقامات فستیوال برلن آرزوش اینه به پای ونیز برسن، نه بکن کن رو که اصلا فکرشو نمی کنن. یعنی واقعا معتبرترین فستیوال جهان، 100%. یعنی واقعا نه تنها جای شک و تردید نیست، بلکه محتوا هم اینو نشون میده. هموطنان ما که ببینید با چه لبخند و با محبتی صحبت میکردن و کار من رو مشکل میکرد، برای اینکه نمیتونستم اون چالش روزنامه در برابر این محبت وا میموندم و جز لبخند رضایت چه میتونستم داشته باشم. ناراضی نیستم به هیچ وجه. و اتفاقا جالبه آقای نوریزاده، در ساعتهای تنفسی که محدود بود، یک بار توی تراس یک کافه نشسته بودم روبروی کاخ جشنواره و یک شخصی افتاد زمین. ده ها نفر دویدن و این شخص رو از رو زمین برداشتن. بعد داشتم به پوستر فیلم ها و رقابت ها نگاه میکردم، دیدم عجیبه که ما انسان ها در زمینه انسانی دست هم رو میگیریم حتی اگر رو زمین افتادیم، اما بیرون از این صفت در شغل و حرفه همدیگر رو زمین میزنیم. ولی در اینی که این رو خدمتون گفتم بگم که محبتی رو که من در یکایک ایرانیان حاضر، کارگردان، کارمند غرفه ایرانیان، هر آن کسی را که اونجا دیدم، همین محبت زمین افتاده و زمین برخواستن رو دیدم، واقعا آغوش باز. و میتونستم مثل خیلی گزارش های دیگه نتایج رو بگم. امروز این فیلم رو دیدیم، نه اونو که آخه دیدم، این رو همه سالتا میگن و همه جا میگن، و این یک برنامه هفتگی بهتر، یک گشت و گذاری بکنیم. یه چیزی که شما توی اینجا کشف کردید و به نظر من بسیار با ارزش بود، این فیلم اسرائیلی بود. این داستان اونجا نبودم، اونجا ندیدم. نه همین برای من، حالا من فکرم در اون زمینه که 5 تا شهروند اسرائیلی ناگهان گذرنامه شون گم میشه، بعد معلوم میشه که 5 تا جاسوس موساد این گذرنامه رو استفاده کردن. یه دانشمند اتمی ایرانی رو تو فیلم در مسکو کشتن و بعد اون رهبر حماس رو در دبی. و این بسیار جذاب بود، واقعا فیلم جالبیه. در این فیلم جالب یک سریال تلویزیونی موفق در اسرائیل و سریال هم هست، بله. و جالب اینه که در فستیوال برلین هم جایزه هایی گرفته و حالا دارن دومیشو میسازن. اما ما ایرانی ها چیز دیگه رو هم اضافه بر این سریال تخیلی میدونیم، و اون اینکه این داستان تخیلی در مورد قتل شاپور بختیار حقیقت داشت. دیپلماتی رو فرستادن که خود من در فاصله 5 متری این شخص در دادگاه نشستم و قسم آیه میخورد که یک روز به منی که وقتی میدیدینش حداقل شغلی که میتونستید برای او تصور کنید، بدون اینکه به هیچ شغلی بخوام بی احترامی بکنم، به هر حال خیلی در فاصله دور بود با کارهای دیپلماسی، و به این میگن که تو بیا برو فرانسه فقط برای اینکه گذرنامه‌شو بدزدن و با اون گذرنامه قاتلا رو بفرستن. البته میدید که فامیل خود آقای خمینی، آقای هندی زاده که در تلویزیون کار میکرد، با او هم همین رفتار کرد. به هر حال این روز عجیب بود. اون هندیزاده پاشود اومد فرانسه، خودشو معرفی کرد، زندان هم رفت. این خیلی جالب بود برای من. بله، ولی قدرت ها وقتی که برمیخیزد، و میگم جالبی این داستانی که وقتی میبینید، میدونید که زمانی همین چند روز پیش دیدم شایع شده بوده که اسرائیلی ها میخواستن آقای خمینی رو ترور بکنن، بله. و از آقای بختیار اجازه میخواستن. من بعید میدونم اسرائیل که کاری بخواد بکنه، بله، اجازه بده. اونم از آقای بختیار در اون زمانی، حالا بختیار نیست جواب بده، گفتن بختیار از اسرائیل خواسته. به هیچ وجه، اصلا همچنین بختیار اصلا اهل این حرف، اهل این حرف اصلا برعکس میگفت زنده نگه بده، بله. تا یک بار برای همیشه، بله. این داستان مشخص در زمان نخست وزیرش هم این پیشنهادو بهش کرده، بله. ولی ظاهرا یک ترفند دومی که به همین سریال تلویزیونی میتونه شبیه بشه هست این است که یک پیام نشنیده فرستاده میشود که اگر لازم باشه، اگر آقای خمینی رو نکشتیم، آقای خامنه‌ای رو میتونیم بکشیم. من این برداشت رو کردم، وگرنه این همه گزافه گویی شاید معنای دومی نداشته باشه. خب بمون، شاید عزیزم خیلی کار داریم، بریم یه آدمی رو که خیلی هر دومون دوستش داریم، زندگی کردیم تو جوانی هامون باهاش، شارل آزنابور، خواننده ارمنی تبار فرانسوی،
با صدای جاودانش که همیشه در دل و جان ما تنین انداز است. با هم میبینیم. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, au reflet le ciel bleu de mirage. Traînant le senteur poivre des pays inconnus, des tenues presque nues sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris. Environ d'abord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Dans les bars à la tombée du jour Avec les marins Quand on parle de filles et d'amour Un verre à la main Je perds la notion des choses Et souvent ma pensée m'enlève et me dépose Un merveilleux été sur la grève Où je battant dans les bras l'amour qui comme un fou Court dans mon amour je me pends au bout de mon rêve Quand les bars ferment Que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un rafiot craquant De la coque au pont Pour partir je travaillerai Dans la soute à charbon Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfant Sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre Où les filles alanguies vous ravissent le cœur Entre sa matondie et ses colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là mon passé Sans aucun remords Sans bagage et le cœur libéré En chantant très fort La misère serait moins pénible au soleil Amenez-moi au bout de la terre Menez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Car il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil با درود دوباره منو با خودت ببر شال از نبور فرانسه شیم شایه آمونه ما یعنی منو با خودتون ببر منو با خود چقدر قشنگ بود دو سه خطشو یادداشت کردم آدمو به رقص میاره این مرد در این سن و سالش خودش 91 سالشه 91 سال یه طنز نویسی به شوخی میگفت که آمبولانس میارن برای جلوی محل کنسرت نه برای او بلکه برای شنوندگانش برای اونها هم پیرند خیلی جالب دو خطشو نوشتم خیلی برام جالبه میگه منو به اونجایی ببرید که شنیدم فقر تحملش آسونتره برای اینکه اونجا پر آفتابه و منو به انتهای زمین ببرید برای اینکه دائم زیر آسمان سرد شمال زندگی کردم و چقدر در این تلاش ارمنی ها برای اینکه این هولوکاست ارمنی رو که عثمانی ها مرتکب شدن ثبت تاریخ بکنن مثل هولوکاست یهودیان چقدر شارل آزناور فعالیت کرد چقدر نقش شارل آزناور اهمیت داشت به هر حال آقای شاهید
این دوست ما قدرت هم گاهی اوقات وقتی ما مشغول ضبط برنامه‌ایم سر و صدای خودشو میکنه، ما همیشه در استودیو میشنویم گاهی اوقات ابن صدای آتش. بله بله درسته. یه خبر بد دارم که دیروز پرسپولیس 3-0 باخت به الهلال، الهلال سعودی، و در نتیجه با دست خالی برگشت. امروز هم نفت بازی داره، در دوباره بازی برگشت رو داره با الاهلی. و ما تو مدرسه البرز زمین فوتبال داشتیم ولی نمیدونستم شما انقدر به فوتبال نزدیک و علاقه مند. بله علاقه دارم، ما هم هدف بودیم بازی میکنم، به هر حال عاشق فوتبال بودم. منتها من تاجی بودم، اغلب دوستام شاهینی بودن، برای همین شاهینم دوست داشتم. بعد با دکتر اکرامی که آشنا شدم دیدم چه شخصیت برجسته، و بعدم بچه‌ها همایون بهزادی، دوستای دیگه دهداری و رفقای بعدی که هر کجا هستن، اونهایی که ماندند خدا حفظشون. چند قبل عزیز اصلی رفت که چقدر دلمون سوخت. بله. خب حالا من یه سوالی دارم آقای شاهید عزیزم، شما در فستیوال کان تشریف داشتید، جایزه به یک فیلمساز فرانسوی داده میشه، فیلمی میسازه در باره یک مهاجر. من. تو این روزهایی که همش صحبت فیلم قبلیش در مورد مهاجر، این فیلم که این بار ساخت راجب مسئله شغل و بیکاری است، و اون ونسان لندون بازیگر قبلا هم با همین کارگردان ساخته بود و اتفاقا یکی از جوایزی بود که کسی رو و خیلی میگم یعنی، ولی انتظاری نبود که این برنده بشه. امسال همونطور که آقای حقیقت گفت نامهای بزرگ جلو نبودن، نه اینکه اونایی که بردن آدمای کوچیکی بودن، ولی اصراری نبود. حتی مثلا وودی آلن میگه که من اصلا مخالفم فیلمام در مسابقه شرکت بکنه، برای اینکه مسابقه ورزشی نیست، هنر ارزش. و برادران کوهن هم که خودشون صاحب واقعا داور. ولی در مورد جشنواره کن، چیزی که در مورد سینما ایران و مشکل امروز ما هم نیست، اینکه نقد نویسا اصلا از ابتدا تصمیم میگیرن یه فیلمی رو بکوبن، حالا چه اون فیلمو دیدن چه ندیدن. و من چند تا خاطره یادم، به قول آقای پزشکیات میگفت، حالا اسم نمیبریم برای اینکه اون شخص فوت کرده، آقای پزشکیات میگفت این شخص با بزرگان سینما عکس میگیره، مثلا با آلفرد هیچکاک، و بعد اون زیر مینویسه که آلفرد هیچکاک رو دیدم و معایب کارش را به او توضیح دادم. میدونم کیو میگین، منم چون حالا بله خدا بیامرزتش. مثال دومی داریم که این فرد این بار چون زنده است بهتر اسمش رو نگم، چون هنوزم کار نقد سینما میکنه و ترجمه نشریات رو نوعی صحبت میکنه انگار خودش گفته، یادم خدا بیامرزه، بهرام ریپور، اکیپی بودن بله. با حجیر داریوش، جمال امید، بزرگان نقد سینما که هیچ وقت به هیچ کس توهین نمی‌کردن برخلاف مد رایج امروز. و یکی از این دوستان ما نقد فیلمی نوشته بود راجع به دشت‌های میسوری، مارلون براندو و جک نیکلسون، و این فیلم رنگ زردی پیدا کرده بود و این نقد نویس نوشته بود که این آتش طلا و زر و اینهاست. و بعد مرحوم ریپورشو می‌دونست، من این دوستم رو می‌شناسم، گفت از قول من به این نقد نویس سینما بگو که این رنگ زرد مال آرتور پن نیست، ما چون از این 30 تا کپی کشیدیم در لابراتوار فیلم زرد. و من در جشنواره کن از بعضی ها شنیدم که متاسفانه این نقد نویس ها کشف های عجیب و غریبی میکنن در نقد نویسی، و فیلم تایید شده، وزارت ارشاد به اون اجازه داده، در جشنواره فجر هم هست و سینما نمیذارم بریم و بعد یا پرده میشیم. بعد این است که متاسفانه این کار نقد نویسی افتاده دست کسانی که نباید. شما ما نقد نویس داشتیم، پرویز دوایی، با اون جایگاه و شخصیت و حالا یه نقد نویس میشه مستقانمی. آخه اصلا نمیخوره نقد نویس باشه مستقانمی، مثلا باید تو حوزه علمیه کتاب دعا بفروشه، بعد میشه نقد نویس، بعد پوست فیلمسازو میکنن دستور که اینجا حجاب رفته. باید این کارو بکنی، این کارو نکنی. به فیلم ناهید میگم خب اگر من، فیلم ناهید چطور بود؟ بسیار فیلم خوبی است، نمیخوام زیادی تعریف کنم، خدای نکرده از اون طرفی اثر بگذاره. فیلمی است حقیقتگو، حقیقت بین، بدون شعار، مسئله مهم اجتماعی و شهر بندر انزلی یا همون بندر پهلوی، حالا از نظر ما خیلی به این چیزا نباید تکیه کرد. رنگ عجیب این فیلم و عجیبه که در این فیلم حتی بد جنس هم خوش جنس به اندازه اون آدم خوش جنس. به هر حال فیلم بسیار، بله این دو نفر دوستانمون
که این چه بازیگران صادقی بودن، آدم اینا رو میدید بسیار با ایشون با شما صحبت کردن چقدر جالب بود. اینجا در واقع جایزه که دادن بعدن دیگه من اومده بودم این نتیجه مسابقه روز 22 یعنی 23 شنبه هست، ولی این فیلمی که شما میبینید روز شنبه روز نمایشه و این فیلم برنده شد. بله و من عمدن بعضیا به من ایراد گرفتن بله گفتن این گزارش چرا انقدر طولانیه، من به هم 2 دقیقه کف زدن حضار رو گذاشتم که مردم ببینن که این فیلم به دستور چاه نفت و دستور آقای ایکس نیست، این فیلم با ارزش براش دست زدن. یه خانم فیلم ساز و خانم فیلم اولشه، خانم بنده فیلم اولشه، 2 تا فیلم کوتاه که امیدوارم اجازه به من بدن تا نمایش بدم. واقعا این فیلم ها بی نظیره. یکی از این فیلم ها رو خانم برای بار اول فیلم ساخته. چقدر جالب رخشان بنی اعتماد، خوران درخشنده، تعمیله میلانی بل. و الان خانم پناهنده. این به نظر من سینمای ایران با حضور این زنان ابعاد دیگری رو داره. شما مجموعه فیلم های تعمیله میلانی رو ببینید یا پوران درخشنده یا دونه دونه همش رو نگاه بکنید، فوق العاده و اعتبار برای کسانی که مثل جعفر پناهی، کیارستمی، کسانی که این راه رو اومدن. واقع. البته یه خاطره میخوام بگم، خدای نکرده بر علیه دوستمون پرویز صیاد نیست، برای اینکه ایشون هم راه سختی رو طی کرد، زحمت کشید، ولی شنیده بودم که اون اوایل وقتی یک جشنواره سینما بوده از فیلمای کیارستمی، پرویز صیاد میره اونجا یک دونه پلاکار روش نوشته بوده که این جشنواره با تحریم کرد. بعد عباس کیارستمی میره بهش میگه که اون پلاکارد رو بده، من برات اینجا 2 ساعت نگه می‌دارم و تو برو فیلم منو ببین. در نتیجه این که ما بخوایم بگیم چون این فیلم زمان صدارت و وزارت کسی ساخته شده و اعتبار نداره، بی‌انصافیه. مگر شما شعر حافظ و سعدی رو میخونین میدونین مثلا نخست وزیر حافظ اون موقع کی بوده یا وزیر دارایی؟ شما شعر حافظ، مولوی، مثل زمان سهراب سپهری یادتونه میگفتن این شاعر سازشکار است و الان شاعر مردمی و این است که به نظر من هنر رو باید با هنر سنجید و این مسائل سیاسی رو هر چقدر که حقیقت. یه روایت البته جور دیگه هم هست که کیارستمی میگه بیا با هم بریم فیلم رو ببینیم به صیاد و صیاد میگه اگه تو این تابلو رو دستت بگیری باش. اینم هر دوش قابل قبول، چون هر دو آدم های مهربان و اندیشمندی. واقعا من خب خیلی که گفتم به تو حرف دارم، میخوام به اینا برسیم. یک اجازه میدین من امروز خیلی وسط حرف شما رو قطع کنم، چون این رو دلم میخواست که نشون بدم. خب این رو یکی از دوستان منصور تاراجی که دوست شماست متاسفانه سال 2008 فوت کرد، این کتابی است که دوست او به من داد. اولا آقای تاراجی من نمیدونستم 2 جلد کتاب، حالا البته این رو الان خدمتتون خواهم گفت، قبل از فوتش در مورد تاریخ ایران نوشته بوده و آقای احمدی نژاد جلد سوم این کتاب 100 ساله تاریخ معاصر رو جلوش رو میگیره و این مرحوم این کتاب رو نمیتونه منتشر کنه. اما این دوست مشترک این کتاب رو داد و من اسمش رو نمیگم چون از نیست، سالی 1-2 ماه میره به ایران. این اسامی دانشجویانی است که رضا شاه فرستاد به خارج و برخی از این نام ها که این تو هستن الان دلشاه سینه سوز جمهوری اسلامی هستند و این کتابی بوده که در اختیار منصور تاراجی بوده. در فهرست این دانشجویان شما تقی ارانی رو میبینید، مهندس مهدی بازرگان رو میبینید، پرن همه مهندس ریاضی رو میبینید، یعنی آدمایی که اونجا دارید نگاه میکنید، دکتر حسیب، مهندس حسیبی، دکتر سنجابی، اینا همه جزء مؤسسان که میرن و این جالب، بسیار جالبه، چون اسم دانشکدهشون رو نوشته، کدوم فکولته بودن، کجا بودن، احمد علی ابتهاج، ابوالحسن ابوذر، محمود آجودانی، مرتضى اخوی، تماما با یعنی واقعا نشون داد. جالب جورش نفسه در این سال مریض شد، فکولته طب و ناچار شد ترک بکنه، بعد دوباره برگشت و خون و دونه دونه اینجا. عجب جالب، عجب جالب. شما اگر بدونید وضع تحصیلی بعضی محصلین نظامی وزارت جلیله جنگ، اینا افسرایی بودن که رفتن در 1311 دور، چقدر بله. جالب در 1311 چقدر جالبه. بعد اینجا باز جزه احمد زیرکزاده، بزرگان، خیلی جالبه. این کتاب خوب شد یادی از زنده یاد دکتر منصور تاراجی کردیم، سردبیر من بود در روزنامه اطلاعات، بعد رفت به پاریس، تقارن پیدا کرد با آمدن آقای خمینی و با همان هواپیما بازگشت. سوالی که از آقای خمینی کرد
چهره آقای خمینی رو به ما بهتر شناسان. حیف که فرصت تحلیل اون نشد. داراجی پرسید امام بعد از این همه سال بازگشت به وطنشون چه احساسی دارن؟ و آقا گفتن هیچ. البته یه خبرنگار خارجی هم پرسید، بعد ترجیح دادن بگن خارجی پرسیده. و آقای قدس‌زاده، مرحوم قدس‌زاده گفت آقا در حالت عرفانی بودن و قصدی نداشتن. و تاراجی وکیلم بود، حقوقدان و روزنامه‌نگار بسیار برجسته. راستی اجازه میدین که این در مورد اون فیلم اسرائیلی صحبت شد، یک مطلبی دیدم در مورد 10 کشوری که یهود ستیزی در اوجه و 10 کشوری که برعکس. و چیزی که برای من بسیار جالبه، اول اگر ضد یهودی ها رو بگم که اولیش میتونیم بفهمیم اراضی غزه، بعد عراق، یمن، الجزایر، لیبی، تونس، کویت، بحرین، اردن، مراکش، این کشورها هستند که به ترتیب بیشترین یهود ستیزی است. من بسیار خوشحالم که اولا نام ایران در این 10 کشور است. بله، و این نشون میده مردم ایران، چون مردم ایران دشمنی ندارن به هیچ وجه. دو، لیبی وقتی میبینید میدونید که شوهر مادر قذافی یهودی بود. مادرش رفته بود ازدواج کرده بود. و حتی توی این کشور قذافی این جوانمردی رو نداشت که حقیقتی رو بگه که مادرش توسط یهودی نجات پیدا کرد. ولی از اون زیباتر کشورهایی که یهودی‌ها در اونجا بهترین نوع زندگی رو دارن و در برابر تعجب همگان، فکر می‌کنم شاید هم بینندگان، اولین کشور لاوس، بین الکی که اونجا همه بودایین، به کسی کاری نداره. بعد از لاوس فیلیپین، سوئد، هلند، ویتنام، انگلستان شما، امریکا، دانمارک، تانزانیا، تایلند و عجیبه که فرانسه در این 10 کشور نیست. خب فرانسه به خاطر اون سوابق و گذشته و اون حالت و شالیه دور هم که دیدید دیگه، حالا عکسش رو نمیدونم اگر رامین بتونه تهیه بکنه نشون بده، اینقدر این تند روی میکنه، توهین به کاترین دونوف بازیگر در جشنواره کن، و این کاریکاتورشو کشته میگوید که یک بسته خطرناک انفجاری، منظور این که خانم کاترین دونوف چون عملیات پزشکی و جراحی کرده و شما دیدم، و یه تصویری از کاترین دونوف میبینیم، جوانیش و تصویری که شما دادید از کان، و این دوتا رو من نگاه میکردم. بله. خدای با آدم چه میکنه؟ نگاه کنید. بله این کاریکاتوریست که بله اون کاریکاتوری و این هم کاترین دونه امروز. بله. کاترین دونه امروز نگاه کنید. و اون تصویر جوانی رو آدم به یاد میاره. بله. زیبای روز. همسر مارچل ماسترانی بود سالها. بله یادمه. و این زن چه هنر پیشه بود. بله. من یادمه که یه چندی قبل تصویری از خانم فروزان رو یکی برای من فرستاده بود با نوه‌شون، اصلا باورم نمی‌شد این فروزانه و اون بانوی باریک میان خوشقیافه، الازم خوشقیافه بود ولی خیلی عجیب پیری، گاهی اوقات بعضی ها رو خیلی آسیب برسونه، ولی کسانی اصلا مثل بریژیت باردو حس میکنه دیگه پیر شد میره کنار، حاضر نمیشه، پول زیادی هم بهش میدن. بله. ولی بعضی اینقدر میمونن که مثل لورن باکال دیگه نمیتونه صرف بزنه. خب یک مثال در فرانسه، بعضی از هنرمندان میگن ما باید روی صحنه بمیریم. اتفاقا شارل آزنابور یک ترانه داره، دالیدا مینو داره، میگه من دوست دارم روی صحنه بمیرم. گفتی این... دالیدا آدمو باز برگردوندی. بله. دالیدای عزیز. خب بریم، ما خیلی صحبت دو تا سوسی. خبر کوچیک دارم، چون فکر کنم اگر دیر بگم اینا دیگه حتماً از اصرار من برای این خبرها اینه که واقعا وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم، وقتی صحبت از تفاوت اندیشه و اینا، ما ایرانی ها که اینقدر میزبان بودیم، همین شنبه و یک شنبه 10,000 کولی از سراسر دنیا اومدن به سن لمری بین مارسی و مونپولی بر دریا. از 1935 این اتفاق هر سال فستیوالشون یک نوع فستیوال نماز روز یک شنبه 24 ساعت 11 همه میرن، بدون اینکه الزاماً یک شاخه خاص مذهبی باشه، البته بیشتر مسیحی، و دعاهای کتاب از همه جا میاد، از همه جا اروپا، در از حدود 10,000 نفر. دو تا نکته برات بگم، اسم کولیا رو بردی، تاورنیه تو سفرنامه‌اش یه جا اشاره داره، حالا اون مدت زیادی هم تو ایران بود داشت. اون تاورنیه. بله، میگه داشتیم میرفتیم با اسب سر راه، داشتن میرفتن به شمال، بعد یه دفعه دیدیم که
چند تا زن و اینا اومدن سینه هاشون رو لخت انداختن بیرون و میرخصن و دست دراز کردن پول میخواد. شاخ در آوردیم گفتیم تو ایران که ما اصلا زنها رو نمیبینیم پوشیده، اینا کیان؟ و بعد اون پیشخدمتی که همراهم بود گفت اینا کولیان، اینا میان زناشون رو میفرستن برخصن پول بگیرن. و یعنی این در همه جای جهان هست. و جالبه در زبان عربی به کولیا میگن قجر. عجب. قجر با قین منتها، نه مثل قاجر. قجر میگن به کولی ها. و جیپسی در زبان های اروپایی بهشون. خیلی جالبه. و اینا سنت های خودشون دارن. ازدواجشون عجیبه. دختر 12 ساله با دامنهای کوتاه میان جلوی پسرهای 17-18 ساله میرقصن. پسره انتخاب میکنه، میبرتش کنار، میگه تو زن منی. دیگه این به نام این ولی هست. دست بهش نمیده. نخیر تا 16 سالگی تا سن قانونی. میگه تو همسر منی، تموم شد دیگه. دیگه اون دختر همسرش میشه. حالا من دو تا نکته رو میخواستم از شما سوال بکنم. و این نکته با این تحولاتی که داره در منطقه رخ میده. خب اون دفعه صحبت کردیم فرانسه با قراردادهای نظامیش برد بزرگی داشت. الان به نظر میرسه فرانسویا با اتفاقاتی که تو سوریه افتاده دوباره برای خودشون نقش اون مادر خوانده رو دوباره دارن قائل میشه. یعنی میبینید فرانسه بیش از امریکا نگران سوریه است، اومده وسط. باز دیدم دیروز آقای ماخوس اشاره میکرد از اپوزیسیون که سفارتشون دستش در پاریس، که فرانسویا دارن یه فعالیت جدیدی میکنه، شاید برای یه ژنو تازه. شما چه خبر دارید؟ بله، همین دیروز چهارشنبه آقای فابیوس در مجلس گفت که ما متاسفیم از این وضعیت و جامعه جهانی رو هشدار داد، برای اینکه خود این ژنرال امریکایی که من اسمش رو هم نوشتم، یکی از ژنرال‌های فرماندهی بوده در عراق، هر کسی پوشیده نیست. جامعه جهانی هم در عراق عملا شکست خورده به خاطر داعش، هم به خاطر سوریه، و هم طنز سیاسی این که جمهوری اسلامی برای رویارویی داعش میگوید که من باید در سوریه باشم. در یک پرانتز بسیار کوتاه بدون اینکه از موضوع دور بشم، جمهوری اسلامی یک مسابقه کاریکاتور گذاشته برای علیه داعش که شما طالب. بله که شما داریم کاریکاتورا رو ببینیم بعضیاشو، برای اینکه جامعه داعش رو معرفی کنین و شباهت از به خود جامعه ایران. یعنی شما نمیدونین این چیزی که دارین میکشین داعش یا جمهوری اسلامی. بله بله کاریکاتورا رو. و واقعا همینطوره. یعنی دروی یه سکم ببین الان هم نگاه میکنه آقای قاسم سلیمانی، حالا این یه خورده کاریکاتور بیریختر، ولی قاضی صلباتی. بله شما نگاه کنید، دروی یه سکم با یه تفاوت. داعش در جنایت و آدمخواریش صداقت جمهوری اسلامی بیشتر داره. جمهوری اسلامی ادا هم در میاره. آخه پیرن یقه ولایتیشون میره میشینه تو پاریس صحبت از تمدن و فرهنگ و نقاشی و غیره میکنه، بعد اون احمد جنتیشون و مصباح یزدیشون آدم میخوره. یعنی کاملا از یک منشأ میان. به محض اینکه آقای شاهید شما اسلام، دیروز ما یک مصاحبه رو پخش کردیم از آیت الله حسینی در بیروت که گفت به محض اینکه میگه اسلام من اسلام ناب محمدیه، معنی این یعنی اینکه داره از دین سوء استفاده میکنه برای اهداف سیاسی، و الا اسلام اسلامه دیگه. شما نمیتونی بگی اسلام سعودی، اسلام ایرانی، اسلام قطری، اسلام ترکی. نه، اسلام یه اصول و مبانی داره. مهم اینه شما چجوری قرائت میکنی، قرائت شما از این مذهب چیه؟ بله، اون جنرالی که خدمتتون میگفتم باربرو هست که 2007-2008 اونجا بوده. بله. و او اظهار تأسف میکنه، و البته آقای فابیوس وزیر خارجه به طور خیلی جدی گفته است که ما نیروی زمینی در سوریه نخواهیم داشت، ولی هرچه باشد بایستی که خیلی سریع به این مسئله توجه بشه و به نوعی شاهد عملیات نظامی بیشتری هم خواهیم. 100%. آقای شاهید، نکته دیگه به نظر من خیلی اهمیت داره سر مذاکرات اتمی. باز امروز دیدیم که فرانسوی ها یه موضع خیلی تند گرفتن. بله. آقای فابیوس هم گفته مذاکرات و قرارداد با بازدیده. یعنی ببینید دارن در بازی رو برای جمهوری اسلامی میبندن و
حیاتو کوچیکتر میکنه، چون شما نمیتونی دودوزه بازی کنی، از این طرف بگی قبول میکنم، از این طرف بگی قبول نمیکنم. چه نوع واکنشی توی رسانه ها مطبوعات و غیره از این حرف آقای خامنه ای؟ بله اتفاقا به نوعی هم جواب به خود آقای خامنه ای، بدون اینکه به اون حالت تندگویی باشه. برای اینکه شما یک پکیج، برای اینکه دلیلی نبود با جمهوری اسلامی دشمنی بشه، در ابتدا این اعتماد سه وزیر بریتانیا و اینا رفتن امضام کردن. خب وقتی زمان آقای خاتمی، زمان آقای خاتمی، وقتی این هیله رو دیدن، اون هم در این وسعت دروغگویی در حد پایگاه های زیرزمینی و چه و چه، به نفع خود جمهوری اسلامی هم هست. اگر گفت آن را که حساب پاک است چه از محاسبه چه باک است، اگر که کاری نیست چرا نیان نه واقعا شما بدید اون وقت تو این وسط مسکو چه بازی داره میکنه. وزیر دفاع ایران پا میشه میره اونجا صحبت فلان، برمیگرده میگه مسکو به زودی موشکا رو به ما میده. بعد یه نفر اونجا از ناشناس به روزنامه پراودا یا ایتارتاس یا 24 راشیا میگه که نه این ماجرا حالا کار داره. خب آقای امیر عبداللهیان سه روز پیش معاون وزارت خارجه رفت روسیه و برگشت که مسئله حل شد، به زودی ما تحویل میدن. امروز اینجا اعلام کردن که آقای دولت روسیه به این زودی ها اینا رو به ایران تحویل نمیده و این بستگی داره به موفقیت مذاکرات اتمی و امضای اون پیمان. یعنی در واقع مسئله تحریم ارسال سلاح‌های لاجستیک یا استراتژیک به جمهوری، سلاح‌های استراتژیک به جمهوری اسلامی حل بشه. حتی این حقیقتی رو که شما می‌فرمایید یک درون و پرانتز نیمه پنهان هم داره، اون و مسئله کریمه و اوکراین. بله دقیقاً. وقتی که ناتو عملیات نظامی و تمرینات انجام میده، جمله این که ما تحویل میدیم و میشنوید. ولی به محض اینکه یعنی روسا به نظر من آنچه براشون مهمه دادن 4 میلیارد خسارت به جمهوری اسلامی نیست. بله. آنچه براشون مهمه کریم است، شبه جزیره کریمه. اونو میخوان. سواستوپول رو میخوان. یه نکته جالب بهت بگم. شالازاوری که گذاشتی. بله. و حرف گذشته ها رو زدیم. وقتی فیلم سنگامو گذاشتن کجا بودی؟ من دبیرستان بودم. سالش رو یادم نیست. و تا هفته اول به هر سینمایی میرفتین جا نداشت. جا نداشت. ولی من در جشنواره کن رفتم به غرفه هندوستان در برابر آقای محمد حقیقت و با یکی از این بازیگران بازی کردم. از اون فیلم‌های قدیمی هندی هم فیلم گرفتم. گفتم لطفاً یه فیلمی هم باب میل ما بزنین، ما سنگا. نسل اونیم. گفت ما هم شاگردانه سنگا. خب ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست و همکار نازنینم محمد رضا شاهید، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم با سنگام. یادش بخیر. راج کاپور و ویجنتی مالا. راجندرا کمار. بله. شب بخیر. प्यार प्यार ना रहा जिंदगी
یکبار نارها جس کو سونپ کر وہ میرے دوست تم ہی تھے تم ہی تو تھے جو زندگی کی راہ میں بنے تھے میرے ہم سفر وہ میرے دوست تم ہی تھے تم ہی تو تھے کھل گئے رازدار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا اعتبار نہ رہا گلے لگی سہم سہم بھرے گلے سے بولتی وہ تم نہ تھی تو کون تھا تم ہی تو تھی سفر کے وقت میں فلک پہ موتیوں کو تولتی وہ تم نہ تھی تو کون تھا نشے کی رات ڈھل گئی اب خمار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا اعتبار نہ رہا دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا اعتبار نہ رہا